درود بر شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی با یه برنامه دیگه اومدم خدمتتون از حرفهای جدید و جالب مجریان شناخته شده شبکه منوتو ندا، سهر و آرزو در ادامه با ما همراه باشید لطفا از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. همونطور که میدونید کانال پرطرفدار منوتو این خبر خوب رو به بیننده ها و طرفدارانش داده که داره به زودی بر میگرده. حالا هم در روزهای اخیر مجریان و دستندرکاران این شبکه لایف های یوتیوبی و اینستاگرامی برپا کردن و به سوالات کاربران فضای مجازی جواب دادن. در جدیدترین لایو ها ندا و سهر مهمون کسرا بودند و در لایو دیگه هم آرزو حضور داشت. سهر و ندا گفتن که جزء بزرگی از زندگی ما اجرای منوتوپلاس بود. من و ندا هر روز استوری می گرفتیم و با هیجان و خنده می رفتیم سر برنامه. ما هر روز انگار توی خونه های مردم بودیم. بعد حالا توی این شیش ماهی که از اجرای برنامه فاصله داشتیم جای خیلی چیزها در زندگی ما خالی بود و هممون دلمون تنگ شده بود. ولی خدا رو شکر داره دوباره شروع میشه و همه چیز هر روز بهتر و بهتر میشه البته که هنوز جا پیدا نکردیم و به دلیل مسائلی که شبکه های فارسی زبان در انگلیس داشتن و پلیس بازی هایی که همیشه داشتن تا متوجه میشن که یک تلویزیون فارسی دنبال جا میگرده به همون جا نمیدن سهر گفت من دفعه قبلی که اومدم همه چیز حاضر بود استودیو بچه ها همه سر جای خودشون سر کار خودشون بودن و من در منو تو استخدام شدم ولی الان دارم میبینم که همه داریم با هم دوباره میسازیم ندا هم گفت قراره که چرا که نه بسازیم ولی بدون سانسور و خیلی خیلی این دفعه دستمون بازتره سهر هم گفت من در این شیش ماه بیشتر در مسافرت بودم یه فشار روحی شدیدی روم بود که وقتی میومدم تو اینستاگرام انقدر همه ازم میپرسیدن که کی برمیگردین چرا رفتین و ابراز دلتنگی میکردن منم خیلی حساس بودم و نمیتونستم توی این فضا دووم بیارم بیشتر سفر کردم فرانسه رفتم مصر رفتم و کشورهای مختلفی رو گشتم ندا هم گفت برای من هم همین جوری بود همش همه میپرسیدن کی برمیگردیم جاتون توی خونه های ما خالیه و خلاصه که مردم خیلی به ما لطف دارن ندا در ادامه هم گفت من سعی کردم از لحظه لحظه زندگیم و در کنار دخترم لذت ببرم گوشی رو کلا کنار میذاشتم ما قبلا در روز ده ساعت سر کار بودیم و کلی کارهای عقب افتاده داشتیم من توی این مدت خیلی در کنار دخترم بودم کلی تلویزیون نگاه کردم مخصوصا شبکه های خبری رو و فهمیدم که من و تو واقعا یه چیز دیگه بوده هرچند که اونها هم تلاششون رو میکنن ولی اصلا نمیتونن با کیفیت ما و کارهایی که ما انجام میدادیم رو انجام بدم و در اون مواقع بیشتر فهمیدم که ما واقعا چه جایگاهی داشتیم ندا در ادامه هم گفت من در این چند ماه بسیار ورزش کردم و از اینکه در خونه بودم و کنار دخترم بودم واقعا لذت بردم اونها درباره اینکه چی تو ذهنشونه و قرار منوتوپلاس جدید چه تغییراتی بکنه گفتن همه چیز مثل قبل خوبه اما خب قرار چیزهای جدیدی هم اضافه بشه و خیلی ها پیشنهاد داده بودند برنامه های مثل سفر رفتن رو نشون بدیم مثلا یکی از ما به جاهای دیدنی کشورهای مختلف بره و لایف بذاره و در برنامه منوتوپلاس هم سوالات مردم رو جواب بده سهر هم در ادامه گفت من در این مدت شروع به نوشتن کتاب کردم اولش مثل رمان بود اما وسط اون خودم هم به داستان اضافه شدم و سعی کردم حقایق و داستانهای زندگیمو باهاش مخلوط کنم البته که هنوز تموم نشده ندا هم در پاسخ به اینکه این روزها چیکار میکنه گفت دخترم مدرسهش تعطیل شده و باورم نمیشه که 16 سالگیش تموم شده وقتی که من اومدم توی من و تو نیکی سه سالش بود و انقدر روزها زود گذشت که باورم نمیشه که الان همقدر خودم شده و همونطور که میدونید ها این روزها بسیار اهل سوشال مدیا و یوتیوب و کن و کلی هر روز ایده های جدید میده که مامان چرا که رو اینجوری بساز توی منوتوپلاس پلاس اینو اضافه کنید و خلاصه پر از فکر و ایده جدیده اونها در ادامه هم گفتن توی لندن یا هر جای دیگه ای که ما به مسافرت میرفتیم هر ایرانی که ما رو میدید فقط میپرسید کی برمیگردید یه عده هم که میگفتن مطمئنیم برمیگردید ندا هم در ادامه گفت من داشتم با تلفن صحبت میکردم یه خانمی اومد خیلی شیرین و ناز گفت ببخشید میدونم دارید صحبت میکنید فقط میخواستم بگم خوشحال باشیم یا نباشیم منم بهش گفتم باشیم و انقدر خوشحال شد و ذوق کرد و یه حس خیلی مثبتی به من داد و ما میدونیم که چون مردم ما لیاقت اینو دارن که یه تلویزیون کار درست و حرفه‌ای ببینن که به استانداردهای دنیا بسیار نزدیک باشه و خبرهای روز دنیا رو درست و دقیق بهشون بده حالا باز داریم برمیگردیم اونها در ادامه هم باز به این مسئله تاکید کردند که در این مدتی که تعطیل بودند و بیشتر در خونه بودند، تلویزیون های دیگر رو نگاه کردند و متوجه شدند که هیچ کدوم از اونها نتونستن حتی یک هزارم برنامه های منوتو رو بسازن از مستندها برنامه های لایف چرا نه منوتو پلاس اتاق خبر هیچ کدوم از اینها مثلش رو هم نتونستن بسازن و خیلی هاشون حتی کیفیت خوبی هم ندارن ندا در ادامه هم گفت مردم ما مثل مردم انگلیس حق دارن که یه شبکه‌ای مثل آی تی وی داشته باشن. سهر هم گفت خیلی ها به من میگفتن از وقتی که منو تو رفته ما حتی دلمون نمیاد تلویزیون رو روشن کنیم و بیشتر اخبار روز رو هم از اینستاگرام منوتو می تو میبینیم. حتی فامیل و خانواده خودم هم میگفتند که هیچ شبکه دیگه ای رو حتی برای خبر هم نگاه نمی کنیم. چون هر کدومشون با جهتگیری و طرفداری خاصی خبرها رو میگن. سهر در ادامه هم گفت من خودم سالها از داخل ایران طرفدار پروپاگورس منوتو بودم حتی آکادمی گوگوش رو هم از ایران دیدم و همه چیز برام جذابیت داشت در ادامه هم باز در مورد بفرمایید شام ویژه‌ای که در حال ساختنش هستن گفتند و اینکه قراره یه بفرمایید شام ویژه و جذاب مردم ببینن اونها در ادامه هم گفتند این شیش ماه برای ما از یه جنبه دیگه هم خیلی سخت بود اینکه ما انگار هر روز با برنامه لایو منوتو پلاس در خونه های مردم بودیم انگار در ایران بودیم و هر روز در یه تایم خاصی منتظر بودیم که به دیدن مردم بریم ولی انگار بعد از تعطیلی منوتو بعد از چهارده سال انگار از یه کوه افتادیم پایین اما حالا خدا رو شکر قرار بازم با مردم باشیم با فرمت و شکل جدیدتر و بهتر در لایو دیگه ای هم آرزو حرفهای بسیار جالبی زد. اون گفت بازگشت منوتو برای همه ما یه شروع جدید و عالیه. برامون خاص و هیجان انگیزه و من مطمئنم که اتفاقات خیلی خوبی قراره بیفته. اون هم مثل بقیه مجری های گفت یه لیست از کارهایی که عقب افتاده بود تهیه کرده بودم و چند روزی مشغول اونها بودم. بعد هم به شدت ورزش کردم. من از روزی که اومدم انگلیس، یه راست اومدم تو منوتو و استخدام شدم و در شیش ماه گذشته بیش بیشتر روی یوتیوب داشتم آموزش میدیدم که ببینم چیکار کار میخوام بکنم چه کاری یاد بگیرم یوتیوب خودم رو هم که راه اندازی کرده بودم و خیلی از روزها هم مشغول درست کردن ویدیوهای خانم محمودی بودم که بسیار پرطرفدار شده اون در ادامه هم گفت من خیلی روزها هم صخره نوردی کردم و سوالی که این شیش ماه اخیر هر روز و هر لحظه میپرسیدن این بود که کی بر میگردیم و در نهایت ما این خبر خوب رو به مردم دادیم البته که هنوز جا پیدا نکردیم اما همه وسایل رو جمع کردیم بسته کردیم و به محض اینکه جا پیدا بشه میریم خیلی ها هم از من میپرسن که آیا خانم محمودی برمیگرده. حالا من باید یه خاطره ای تعریف کنم من توی ماهای گذشته با یه آقای محترم خوشتی آشنا شده بودم و داشتم براش ناز میکردم که باهاش بیرون نره. اون میگفت بیا بریم قهوه بخوریم ولی من کار داشتم و نمیرفتم یه روز رفتم اینستاگرامش رو دیدم دیدم چقدر خوشگل و خوشتیپه و مدله اونم اومد اینستاگرام من و استوری ها دید و رفت رسید به پست های خانم محمودی و دیگه به هم مسیج نداد و پرید آرزو در ادامه هم درباره اینکه اخبار رو از چه طریقی دنبال میکنه گفت من بیشتر از طریق سوشال مدیا دنبال میکنم ولی خب بدی اون هم اینه که آدم رو توی یه حباب قرار میده مثلا اگر ارزشی و بسیجی بره توی اینترنت درباره ایران بخواد بخونه براش نوشته ایران قدرت اول منطقه است داره اسرائیل رو میگیره و برای ما هم همش نوشته همه چی بده و این اینو گفت و اون اونو گفت و در سوشال مدیا باید خودت رو درگیر اخبار نکنی و من برای گیر نکردن در اون حباب اخبار به پیج های داخلی و مخالف آزادی هم سر می زدم. اونها در ادامه هم توضیح دادند که قرار برای بازگشایی دوباره شبکه منوتو تو پولهای اهدایی مردم به کار گرفته بشه و مثل نتفلیکس یا شبکه های نمایش خانگی مثل فیلیمو یا نماوا که در داخل ایران مردم باهاش سریال و فیلم های سینمایی و ریالیتی شوها رو می بینن بابتش پول پرداخت کنن. البته که ایرانی های خارج از کشور و مردمی که داخل ایران هستند به شکل رایگان و فقط از طریق ماهواره این برنامه ها رو ببینن آرزو در ادامه هم گفت قرار منوتو فراتر از سرگرمی برگرده. قرار دیگه سرگرمی در مرکز کارها نباشه و ما فراتر از سرگرمی کار کنیم با اطلاعات و اخبار و آموزش های جدید البته که سرگرمی هم داریم ولی خب به شکل دیگه ای. اون در ادامه هم در پاسخ به این سوال که به نظرت اصلا چرا منوتو باید برگرده گفت یه موقعی توی منوتو بخش بزرگی بخش سرگرمی منوتو بود ولی بعد از ماجرای محسا امینی و اعتراضات داخل ایران فکر و روش همه ما عوض شد هممون فکر میکردیم برای آزادی مردم ایران باید از داخل این برنامه های کاری بکنیم و در حال حاضر مردم به خاطر سابقه درخشان این شبکه اعتماد خیلی زیادی بهش دارن که به خیلی شبکه های دیگه ندارن جای خالی این شبکه حس می شد شبکه های دیگه سمت و سوی خودشونو دارن و از منابع مالی خاصی از کشورهای دیگه تأمین میشن ما فقط سمت و سوی ملی و مردم ایران رو داشتیم و داریم ما تنها شبکه‌ای بودیم که با خانواده های کشته شدگان و اعدام شدگان ارتباط برقرار کردیم و این ارتباط رو همچنان هم باهاشون داریم و اونها بعد از تعطیلی شبکه به ما میگفتن حس میکنیم پشتمون خالی شده آرزو در ادامه هم گفت برای من من و تو جنبه شخصی داره و کل این شیش ماه باور نکردم که کلا رفته و میدونستم که خیلی زود برمیگردم سر کار و با ویدیوهای خانم محمودی دوباره کنار مردم هستم چون از ته قلبم مطمئن بودم که آقای کیوان عباسی داره همه سعیش رو میکنه آرزو در ادامه هم گفت خیلی ها هر روز از من میپرسند دارین جمع میکنین برین آمریکا این شایعه جوری پیچیده که هیچکس انگار حرف ما رو قبول نمیکنه ما قراره از همین لندن دوباره من رو شروع کنیم مرسی که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله همراه ما باشید.